رادیو همراه. بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر. سلام، ولی صداتون خیلی آهسته است. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. چشم. الان بهتر شد؟ کمی. از کجا تلفن میکنید شما؟ من از اروپا زنگ میزنم. بله. از طریق تلفن دستی. بفرمایید. یه سوالی داشتم. من دارم طلاق میگیرم، بعد تازه شروع کردن، می دو هفته هستش که پروسس پیپر ورک اینا رو داریم میکنیم. بعد من الان از خونه اومدم بیرون، تو هتل زندگی میکنم. بعد خونه رو قرار شد که بذاریم برای فروش. بعد تو این مدت شوهر سابقم البته دیگه به من میگه که بیا تو این خونه زندگی کن تا اینکه کارهای طلاق تمام بشه، بعد خونم به فروش بره، بعد مثل رومیت میشیم، من با تو کاری ندارم، تو با من کاری نداشته باش، میتونیم تا وقتی که طلاق تموم بشه و خونه فروش بره با هم مثل رومیت زندگی کنیم. میخواستم نظر شما را تو این مورد بدونم. به من بفرمایید شما هر دو چند سالتونه؟ من چند هفته پیش با شما صحبت کردم، من 46 سالمه، شوهرم هم 62 اینا هستش. چه مدتی از اروپا هستی؟ 20 سال تقریبا. و به من بفرمایید فرزند چی دارید؟ دو تا بچه دارم، بچه هم بزرگ هستن، 22 و 24 سال هستن. با شما زندگی میکنن یا نمیکنن؟ نه، دخترم که درس رو تمام کرده برای خودش زندگی میکنه، پسر من داره دنبال خونه هست که 22 ساله برای خودش میخواد موقع کنم. خب ولی الان با شما هستن هست. بله. خب شما که اومدید بیرون پسرتون کجاست؟ تو خونه هستش، پیش پدرشه. خب بنابراین شما تقاضای طلاق کردید، پروسیجر یا پروسس طلاقتون به چه صورتی سنی؟ چه مدتی ازش گذشته؟ چه مدتی باید صبر کنی تا نهایی بشه؟ ببخشید متوجه نشدم. گفتم ببینید همه جا در جهان من آشنا نیستم با در جایی که شما هستید. فرایند طلاق برخواد 3 ماه طول میشه، باقی 6 ماه تا نهایی بشه، زن و شوهر از هم طلاق بگیرن جدا بشن، پروسه ای که هست شیش ماه. گفتن 6 ماه طول میکشه. بسیار خوب. ولی طلاقتون از طریق قانونی یعنی از دادگاه تصویب شده که آره با 6 ماه صبر کنی یا نه؟ چون در امریکا بعد از اینکه تصویب شد، از تاریخی که فایل کردن تا زمانی که هر دو آزاد میشن مثلا برن ازدواج کنن 6 ماهه. من میخوام ببینم چه مدتی از اون گذشته. نه 3 هفته اینا هستش که من اقدام به طلاق کردم و پیپر ورکاش انجام شده، ولی هنوز یعنی ما رو میگن جدا از هم هستیم، مریض ولی جدا هستیم از هم دیگه، پیپر ورکاش هنوز کامل نشده و گفتن تا 6 ماه طول میکشه. بسیار خوب. بنابراین فقط برمیگرده به اینکه چند روزه شما فکر میکنید یک همسرتون بر اساس حرفی که میزنه میتونه بگه بیاد اونجا باشید، کاری به کار هم نش باشید. دو، شرایط خونه، حالا آشپزخونه است، حمام، اتاق است طوری است که این تفکیک یا جدایی ممکنه. 3، پسر شما که اونجا هست این رو چگونه میبینه؟ یعنی در حقیقت یه تصمیمی است که مثل اینکه شما تصمیم میگیرید برای یه مهمونی میخواید 10 نفر رو دعوت کنید یا 16 نفر رو، حالا جا دارید ندارید، یعنی واقعا بیشتر مسئله لوجستیکیه. ولی اون چیزی که اساس کاره این است که چقدر اعتماد و اطمینان میکنید به ایشون که میگه کاری برنم. دوم که اصلا وقتی هم که ایشون با شما کاری نداره، شما باش اینکه توی خونه باشید راحتید یا نیستید؟ چون ممکنه ایشون با شما هیچ کاری نداشته باشه، ولی همون احساس اینکه نزدیک شماست یا برخی از وقت در مقابل هم به هر دلیلی قرار میگیرید ممکنه ناراحت کننده باشه. واقعا مسئله شخصی درست و غلطی از نظر روانی نداره. ولی شما چی توصیه میکنید؟ من پسر من مشکلی نداره که من تو خونه باشم یا بیرون باشم، اون اصلا میگه بین خودتونه، به شما خودتون مربوط هستش. بعد شوهرم هم هنوز بعضی وقت برای خاطر این کار قانونی که زنگ میزنم اینا دوباره به من میگه زندگیمو خراب کردی، گذاشتی رفتی، چرا رفتی. هنوزم ریلایز نمیکنه که مشکل چی بوده و من چرا خونم و زندگیمو بعد این همه سال من ترک کردم. بعد برای همین نمیدونم. نه خیلی، اولا این استدلال که استدلال درستی نیست که او نمیفهمه
که من چرا ترک کردم. خب بفرمایید، اما شما میتونید بگید من به این دلیل ترک کردم، مثلا نه اینکه ایشون معتادن، ولی خیلی ها با معتادم زندگی میکنن، یعنی اینکه استدلال نشد که هنوز هم نمیفهمن. اینکه شما من بگید هنوز ممکنه با من در این باره صحبت کنه، من نمیخوام صحبت کنم، اونو میتونم بفهمم. برمیگرده به قول و قرار که من به یه شرط میام که هیچ وقت هیچ گفتگویی با هم نداشته باشیم. بعدم از اون طرف مسئله اینه که چند روزه شما میخواد 6 ماه تو هتل باشید، هزینه اون به هر حال مطرح هست و این کار ساده ای نیست، اونم مثلا در شرایط کنونی که روابط و رفت آمد اینقدر ناچیزه. شما برید یه جا صبح تو غروب تو اتاق خب بگیرید. من میتونم آپارتمان رنت بکنم، اون مهم نیست برای من از نظر مالی، اون مشکلی ندارم بخوام یه آپارتمان. من میفهمم، میگم آخه نه عرض من این است که اون برمیگره به امکاناتی که دارید. شما حتی میتونید بگید میرم خونه یکی از دوستانم که اتفاقا خیلی هم او خوشحال میشه هم خیلی هم به اون خوش میگذره. بنابراین ماجرای این تنهایی منتفی است، ولی میخوام بگم ببینید عزیز، پرسش شما پرسش روانی نیست که آدم بگه چی دارید میگید. بحثم که ما راجع به جدایی و طلاق نمیخوایم بکنیم، یه مقداری برمیگرده به این که شما به دلیل روابطتون و ویژگی روانیتون با هم چه کردید تو میکنید. درست مثل زن و شوهرهایی هستن که بعد از جدایی ای بسا 20 سال گذشته یک بار یک جمله یک دیدار برای یک ثانیه هم با هم نداشت. ای بسا زن و شوهرهایی هستن که برخی از اوقات لازمه، مثلا به خاطر بچه‌ها، خیلی از اوقات به خاطر اینکه اصلا بچه‌ها نیست، ای بسا بعد از 20 سال هنوز 200 بار هم دیگر رو دیدن، 300 بار با هم حرف و گفتگو زدن، ای بسا 10 دفعه هم حالا دعوا کردن، ولی مثلا 200 بار دیگه اصلا خیلی خوب و خوش هم بوده گفتگو شد. بنابراین اینا مسائلی نیست که جنبه روانی داشته باشه که کسی به آدم توصیه بکنه چه کار بکنه. بله، مسئله اصلی و اساسی هدفه. اگر هدف شما اینه و یا نظر شما اینه که من 100% جدا شدم و طلاق گرفتم و اصلا و هرگز تحت این شرایطی نمیخوام برگردم، خب این خیلی موضوع متفاوته، هم از اینکه همسرتون رو قبول کنن، یعنی قبول داشته باشن در ذهنشون یا نه، تا اینکه شما خودتون هم هنوز مثلا یه دودلی و یا تردیدی رو دارید. بعدم تازه اصلا این شیش ماه که نصب کنید نه سب کنید بعد از 6 ماه خب باز هر کاری که بخواید 6 ماه بعد بکنید از حالا برید بکنید. چون اگر شما من میگید من 100% مطمئنم که میخوام برم، دلیل نداره که برید هتل. درست مثل کسی که وارد این کشوری یا شهری میشه میخواد اونجا زندگی کنه، خب معلومه میره خونه اجاره میکنه یا میخره، ولی اگر کسی موقتی برای 3 روز اومده که نمیره خونه بخره، میره هتل. بنابراین موضوع شما، هدفتون چی از این کار، یعنی شما چند روز مطمئنید تصمیم قطعی و نهایی است جایی برای بحث و گفتگو برای بازگشت و یعنی با برگشتتون نیست، اینا تعیین کننده است بیشتر. من 100% تصمیم رو گرفتم و طلاقم رو حتما دارم میگیرم و اصلا دیگه هیچ 1% هم امکان برگشت به ایشون رو ندارم. بنابراین صبر کنید جواب روشنه، از حالا برید دنبال کاری که برای همیشه میخواید بکنید. هیچ دلیلی برای برگشتن به اون خونه مگر اینکه فقط گفتم یه مقدار برخی از وقت فشارهای مالی یا مسئله امنیتی و احساس اطمینان باشه که اونو شما میگید، یعنی در جهت مالیش گفتید ندارید. بنابراین شما بعد از 6 ماه هم دیگه که موقع جدا شدید که دیگه قرار نیست توی خونه با هم باشید، پس هر کاری میخواید بکنید از حالا بکنید. اگر اینقدر مطمئنید که اصلا جایی برای برگشت گفتگو و برگشت نیست، دلیلی هم برای رفتن به اون خونه شما ندارید. شاید برای خاطر بچه هامو مثلا در ارتباط باشیم صحبت بکنیم با هم دیگه، ولی من با اینکه دیگه زن و شوهر با هم دیگه نه ببینید نه باز دو مرتبه یه استدلال عجیب و غریب نکنید. شما بدون تردید به خاطر بچه ها در ارتباط خواهید بود، ولی این معناش نیست که توی خونه زندگی کنید. بنابراین اگر شما مطمئنید و بازی در نمیارید و واقعا طلاقتون قطعی و نهایی است، مانور نمی کنید، حالا هرچی هر کاری که میخواید بعد از 6 ماه بکنید، فکر کنید الان طلاق قطعی و نهایی شده و دارید میکنید. بله. چون شما شنیدم قبل من میگید همیشه اکس دیگه اکسه، باید گذاشت کنار رو دیگه مثلا رابطه ای نداشته باشی با اکس. نه من بحثم این نیست عزیز. اولا دو نکته است، شما هنوز تمام نکردید، شما توی پروسه جدایی هستید. یک دوم حرف من این است که بعد از تمام شدن رابطه و ازدواج قرار نیست با هم دوست باشید. خیلی از آدم ها هستن که همدیگر رو هر روز هم ممکنه ببینن، به خاطر بچه هاشون دوستانه رفتار میکنن ولی دوست نیستن.
رابطه تموم شده است، به طوری که هیچ کسی، شما اگر همسرتون رو با یه خانمی یا ایشون شما رو با یه آقای دید، اصلا مثل یه کسی غریبه است که تو خیابون دیدی. به این جهت است که من حرفم این است که دوستی رو بعد از رابطه قبول ندارم، ولی ارتباط بسیاری از اوقات آدم ها حتی ممکنه بیزینس مشترکی داشته باشن و یا نتونن جدا بشن، همچنان ممکنه در مسیر کارشون با هم باشن، کار درستیه نه، ولی اونا متفاوته. الان اینجا بحث شما مسئله اقامت در یه خونه است، هیچ ارتباطی به رابطه و دوستی نداره. و عرض منم باز بسیار مشخصه، اگر مطمئنید، اگر نمیخواید به هر دلیلی مانور کنید، اگر به هر دلیلی فکر نمی کنید این فعلا بهتره، بهتر اون است که برید جایی رو بگیرید که بعد از جداییتون میخواید اونجا زندگی کنید. باشه، خیلی ممنونم از راهنمایی. خواهش می‌کنم.